خالق الأفلاك سميع بصير، ارزقني هداك جنب لساني أو هب لنا ذاك والخير الكافي ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپل گرانو کتونکو ته هر کله وایم او زه تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو مونږ دغه پروګرامات ته ښه طریقې سره توجه وکړئ. گرانو کتونکو تیر شوی پروګراماتو کې مونږ خدای متعال صفاتونه بیان کولو، وړو دې پروګرام کې یو زل بیا خپل کان کارپو خوجۃ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حسن مشتبہ نے نورا پیدا حاصل کو. ڈاکٹر صاحب تاسو ته پروگرام کې خوش آمدید وایم. دینه مننه ڈاکٹر صاحب. تیر شوی پروگرام کې تاسو مونږ ګرانو کتونکو ته د خدای متعال صفاتو کې توحید عبادی په باره کې خبرې اترې کولې، خو موږ دا یو شی پاتې شو چې خدای متعال توحید عبادی څه کوم دی، روایتونو کې څه شان سره ذکر شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. زتا ستا وخبلو گرانو محترمو كتون كتا سلام عرض كوام. مخ دین ستا سو سوال جواب عرض کام. مو تیر شه پروگرام ای به خلاصه بیان کن سه زین که ده مو خبالو گرانو کتون که مطلبونه دواره دوهراو شی. جی. مو توحید عبادت که ده خدای متعال وحدانیت، یعنی عبادت که خدای متعال یو ده دیم معنی ما وکه سه عبادت عبده ندی، عبده عبد مده ندی، عبد ما ندی، یعنی تزلل خپل ځان وړوکی ول. جی. او د وړوکتو یعنی حقیقت اظهار کول کول. کله چې مو یوم څه زه د خدای بنده یم، زه د خدای عبد یم، دی منم اصطلاح کې اونغه منه دی، یعنی خدای متعال محضر کې زه خپل ځان وړوکی ګڼم نه چیز. جی. خو فرقی ده ده لغت و لمانی سره اصطلاح که ده بنده فرق ده ده چه کل از یون سزه ده خود بنده هم، یعنی سره سره سزه ده زلت و خوری اظهار کام، ده ضعف اظهار کام خدای متعال محضر که دی سره سره غز رب هم منام و صرف رب هم غوغه نیلا و بلچوک زرب نمانم. لذا دی تا دیه عبادت که خدای متعال وحید و یو منل. جی. دی باندې بیامو دلیلو هم راوړم چې قرآن کې هم د ذکر شوی دی، او بیا دی کې مو ویلو څه دی کې دوی نظریه دی مو سره، یو د وهابیت والا سیوا فرقه دی، یو مو سره نور مسلمانانی اهل سنت و تشیع، او یو وهابیان دی چې غوی و منفرد نظریه دی. نور مسلمانان شاهد مو اهل سنت رونه دی، او یا تشیع و شیعیان دی امامیه هست ورطایی امامیه و اهل سنت و دیو دقا نظر دی چه خدای نیلوه بلچه ها تا هم خضو کوایشه، خو دی شر سر چه غد رب و نگرنه رب صرف مو سرم یکی خدا هنده متعال ذات دی، غد نیلوه بلچه کرب نشی که دی کچیری چه خدا متعال سر بلچه کرب شریک ورنگرنه دست انسان چه دی مشریک دی. اما خضو بغیر دین است بل کس رب بگانی، مثلا دو مور و پلار احترام کولا و مخ که خضو کولا بل زان زلیل گرل دیز کلا شرک ندی. رب ده صرف مو یو دی، اما بلچا احترام کول دو استاد یا دو مور و پلار یا دو مشر کس یا دو پیغمبر اکرم کم
مقبره دي دغه احترام کول دغه یاد اولیا و زیارتون رو احترام کرد یا غزه که دعا خدای متعال برگاه که دعا منل دیتا شرک نه نشی ولی ریبایتو که هم ده کم عبادت که توحید دی دیو ذکر رخله دی دیبان دی ریبایت شتا دی دیر خوز نمونه فتاور مانی مثال فتاور مانی چو ریبایتون ده غزه که خپلو گرانو کتون کیو خدمت که عرض کام س اکثر حدیثونه مو دغزه که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام نه پیش کن حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام معنی الاخبار شیخ دوز صدوق کن کتاب دی یو کم سلو اختم صفی مانه ده حدیث ارشاد فرمی امیر المؤمنین ده ازان کم جملاتی مثلا الله اکبر الله اکبر غده بعد الله اکبر الله اکبر بیا اشهد ان لا اله الا الله ددغو جملاتو تفسیر کلا امیر المؤمنین علی علیه السلام کی نو کلا د اشهد ان لا اله الا الله تفسیر کی غدیشان سره ارشاد فرمی امیر المؤمنین اما قوله اشهد ان لا اله الا الله سدینم نرمخ کی عبارت مشتا خو در جمله ذکر سکام واسه که امیر المؤمنین ایسه که انهو یقول اعلم انهو لا معبوده لا معبوده الى الله عز و جل و ان كل معبود باطل سوى الله عز و جل کلت انسان ایسه اما قوله ده انسان ده قول ته اشهدو الا اله الا الله کل از آن که مویون ته خدای از دگه هایی برکام چه خدای نیلا بلچوک غصر شریک دغزاد کی نشتا واحد خدای صرف آنغا هستی دی دغزاد دی غن نیلا بلچوک ورسر نشتا کل از دگه هایی برکام از آن که دی منه سدی که انهو یقولو امیر المومنینی چه دی منه دادی چه اعلم انهو لا معبوده الالله یا مثلا اعلمو زپدی پایگام علم لرم یا اردو طریقو سره دقا یعنی مویلشو یعنی زپدی پایگام چه خدای نیلو بل معبود نشتا دی و ان کل معبود باطلون سوی الله و خدا تعال نه نور سره معبود دی غبتل دی بوتان و غیره پس دیگه امیر المومنین وضح طریق سره عبادت توحید که بیان کرده دی صاف الفاظو سره کله چې یو انسان غواړي څه زه موحد یم خدای عبادت کې یو ګڼم کار دي شان سره وي څه خدای نه علاوه بل معبود نشته او خدای نه علاوه څوره نور خدایان دي غو عبادت کول دسته شی دی بطل نشي دي ته دي عبادت کې د خدای تعالی یو ګڼل بل ځکه امیرالمومنین علی علیه السلام یو د پیغمبر اکرام صلی الله علیه و آله و سلم ده بهست اهدافونه ذکر کی غدادی سه خلق بی ده خدای متعال عبادت طرف دستش کولو دعوت کولو سه ده یو خده عبادت وکو نو امیر المومنین علی علیه السلام ارشاد فرمید سه دقیق حدیث هم مرحومی کلینی اصول کافی که اتم جلد و درسا و شپیگتی هم صفحه بانده ذکر کرده غزه که امیر المؤمنین ارشاد فرمایی فَإِنَ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَتِ عِبَادِهِ إِلَّا عِبَادَتِ تیره خوانده برای جمله ده امیر المؤمنین فَإِنَ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ و سلام خدای متعال پیغمبر اکرم مبعوث که رایست اول بالحق حقی و حقیقت سره دی خلقو تا راست اول حق و سره راست اول چه شیده برای پیغمبر اکرم مبعوث که رایست اول لیخرج عبادهو دیده برای صد خدای بندگان او بسی من عبادت عبادهی ده بندگان و عبادت نه جی. ده خدای بندگان و عبادت نیو بسی کم طرف دیو بسی
الى عبادته، ده خدای متعال عبادت عبادت طرف ده. پس پیغمبر اکرم دیده پر اراغ لسه تو صدکم شرکو خدای نلو نورو شیان عبادت کو، ده نورو کسان عبادت کو، ده غد شده صحیح ندی نده، ده حقیقی عبادت نده، ندی ده یو غلط و مجازی عبادت تیس بطل ده. حقیقی عبادت یو خدای متعال دی یو ذات عبادت کیگی. جی بیام دیشان سر قرآن مجید که هم امام صادق علیه السلام دغه روایت سره استدلال کیسه قرآن مجید که دیشان سره ذکر شوه دی. قرآن مجید که دی آیه تفسیر امام صادق علیه السلام دیشان سره که واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزن. امام صادق علیه السلام دغه ایه روشنیه که تفسیر که ارشاد فرمایید هغه کسان چې غدغې دنیا کې خدای نه علاوه د نورو خدایانو عبادت کی غې دنیا کې اونغه خدایان مثلا دغه بوتان به گواهی ورکي، اونغه کسان به گواهی ورکي د مرسترګونګي د نور اور دغه گواهی ورکي چې تاسو مو عبادت کړی دی خدای نه علاوه، مو تاسو نه بیزار یم، تاسو مو کوم عبادت کول دست اینا و مو تاسو نه بیزار یم، یعنی غه به هم دغه کسانم ملامت کی به دنیا کی جی شاس خدای نه علاوه ده بلشی عبادت کرده باید دی. نو دغه ده خدای متعال ده عبادت که توحید ببره که روایتون و چه دین علاوه نو روایتون هم همو سرشتا خو دیره دور حد پوری به جی کفی بود. مولانا صاحب مو وړا ودا مخال دمه بتا صبح خدمت کې بیا حاضر کیږم انشاءالله. ګرانو کتون کو مو وس وړا ودا مخال دمه بتا صبح خدمت کې بیا حاضر کیږم. الله يا الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله. ګرانو کتون کو تاسو په خدمت کې حاضر وړو خپل ډاکټر صاحب نه نور معلومات وکړو. ډاکټر صاحب که څنګه تاسو ذکر وکړ د توحید عبادی والا جدا خو تاسو قرآن او روایت سم ثابت کړل، دین علاوه موږ غواړو مخ ته تیر شو موسا یو د توحید ربوبیت، دا توحید ربوبیت څه شي ته ویلی شي؟ مو سره توحید مختلف مرتبی دی جی لکه مخکې مو ذکر کو ذات کې خدای متعال توحید منله د یوه مرتبه دی، صفاتو کې د خدای وحدانیت منله ده بله مرتبه دی، یعنی بل قسم دی. جی اندیشان سره خالق یو منل ده یو بل ده خدای متعال ده توحید مراتب اونا یو مرتبه دی. او بله مرتبه چه مو ذکر که عبادت که جی نونن مو خپل وګران وکتون که خدمت که ده ربوبیت که ده خدای متعال واحد و یو گانله ده بینو دی چه معنی دی چه خدای متعال ربوبیت که یو دی. ربوبیت غرب نوتله دی، مو یون چه کلا چه مو تلکین که کلا ذکر کوم کلا مری وفات شی جی و کبر که کلا که دوم غوتا تلکین یو من رب بو کل تانا با پخته نوشی چه رب ده چوک دی دی زه که رب نمانه دغه معنی دی چه خدای پکار دی مو رب یو گنو من رب بکا رب ده چوک دی پا کار دیگه زکیمون چه رب ما آقا دی چه خالق و کل شه رازق و کل شه در طول دنیا دیگه اختیار کدی، یعنی دغی دنیا که دغی دنیا خالق و دغی دنیا مدبر اداره کن که صرف یو ده خدای متعال ذات دی غص ذات که ایچوک هم شریک نیشتا دی. لکه سنگی آتش برستو به دغه ویلو چه یازر توشتیان چه غویه ای چه موسرت دو خدایان دی، یو ده خیر خدای دی یو ده شر خدای دی، یعنی تدبیر کن که ده علم که دو خدایان دی، یو ده شر والا دی چه تحریمانی یو ده خیر والا چه تا ایزدانی یا ایزد ورته ای. حالان که دیشان سره نده ده اصلا شرک دی کفر ده. مو اسلام دغه نظریه دی چه رب یکی و رب ده، چه یقه تکوین کی بی یا تشریح کی بی
او مستقل صرف و صرف هغه ذاتی چغه دغه دنیا کې څوره شیان دي څوره امور دي هغه اداره کوي دغه تدبیر کوي غوته خپل فیض رسوي. این دې داسې نه دی څه خیر دپاره یوختی وي شر دپاره بل خدای نعوذ بالله، بلکې موده یې څه خدای متعال طرف نه څوره د خدای متعال خلقت دغه ټول خیر دی. ځینې وخت یو شی مو سترګو کې شر راځي اما خدای متعال طرف نه هغه څه شی دی خیر دی، بلکې یوه فلسفه مخفی دی. مثلا ځینې داسې بوټي شته چې هغه ظاهر کې ته وخورې مرې ورسره، خو هغه بوټي که یوه بل بوټي سره ترکیب کې غنه یوه دوایي جوړیږي، هغه مثلا کینسر دپاره مفید دی، نورو سختو سختو بیماری دپاره علاج کی مورد علاج وکی کی. لذا ځینې وختي یو شی ظاهر کې موږ څه شر دی خو هغه ده خیر وي. دین علاوه که چیرې مو وکسو خدای متعال دوه قسمه مو ربوبیت تصور کوي شون، یو ربوبیت مستقل یو ربوبیت تسبیبی. ربوبیت مستقل قصیر خدای متعال ذات که منحصر دی، یعنی خدای متعال نه علاوه بل ایچو که مستقل رب نشکیده بل اصالا بل ذات مستقلن، یعنی اصل که و ذاتن و مستقلن ربوبیت تا خدای متعال حق دی. آو چون که دقی دنیا که دقی جهان که د علت و معلول سبب و مسبب را بیتاد، لذا خدای متعال خپل خلقت که زنو کسانو ته دغه ایزن ورکړی دی څهغه سبب شي د بل شي تدبیر. مثلا ملایک دی مکل ملایکې فرشتې مختلفو شیانو باندې مقرره کړي، یا مثلا انبیا دی امر و نهی صرف د خدای متعال حق دی، څه امر وکي نهی وکي. خو اما خدای متعال خپل انبیا ته ویلي دي ای نبی ته لاړ شه دی خلق قل، قرآن مجید کې ډېر متیلی شي قل، ای پیغمبر لاړ شه دی خلکو ته قل هو الله احد، یعنی دی خلکو ته امر وکه د شرک تاسو مکو یو خدای ومنو. دا د پیغمبر که امر و نهی د خدای متعال امر و نهی لاندې دی. پس یو ظلمو خدای سره عرض کی بالکل ایو سطحی کی یو خدای یو رب گنو صدا بالکل شرعن حرام دی و شرک دی. یو ظلم نه پاس خدای متعال دی خدای متعال لانده بیا هم تدبیر ورسده، یعنی دسته نیست خدای متعال تدبیر نکی، خدای متعال خوبان نظیر دیده گو همال کسی او قطع اجازت ورکرده ایست تا صدق دقا کار انجام کو. بس دیده دیگه ده خدای متعال رب که واحد گرنل دیده ده توحید در ربوبیت، یه ربوبیت که ده خدای متعال توحید قیل شمن. دکتر صاحب کسانگی تا ذکر و که توحید در ربوبیت نمو کڅنګي اور مثلا ربوبیت دوه قسمونه تقسیمېږي، تکوینی و تشریعی. د تکوینی څه شي ته ویلی شي؟ جی مو سره یو ربوبیت تکوینی دی یو تشریعی دی. جی تکوینی تکوین مو کون و مکان، یعنی تکوین د هستی جهان دی د کوم جهان اداره کیږي. یو تشریعی دی، تشریعی دا څه خدای متعال موتا یه لیست ده واجب دی ده حرام دی ده مکروه دی ده مستحب دی دیتی چه شی؟ تشریعی. یعنی مو خدای متعال هم ده جهان هستی که رب وگرنو، یعنی خیر که خیر و شر که روح قبض کولو که ده غشیانو که ده طول ده خدای متعال کار دی، ده خدای متعال تدبیر کدی. یو ځل نه یو ځل مو کوم شیان دی مثلا لکه څنګه مو ویلو مو یو څه خیر خدای ایزدان دی و شر خدای غا نعوذ بالله اهریمن دی، نه دیشان سره نه دی او در صور شیان څه بلا و نه محفوظه ای غا خدای متعال اغا رحمت وسعه دی. پس دیت از چی؟ ده خدای متعال رب گرنل دیگه چه ده صور دنیا که امور درکی گی
دی چولو که تدبیر ده خداوند متعال دی. یعنی خداوند متعال سه دغه امور ده اداره کی ده خداوند متعال اراده سره ده انجام کیگی سورا خیر دی سورا ده مخلوقات دی سغه محفوظه ده بلهانونه او غوبند رحمتونه نعمتونه ورسته ده طول خداوند متعال طرف ندی ده ربل عالمین طرف ندی. توحید تشریع ربوبیت تشریع دیده اید سه سورا امرو نهیدی سورا کارونو بانی موتی ایس دوکا دمکا دا سوا دا خدای متعال نه بلچه حق نشتا دی جی. صرف خدای متعال دی چه موت امر کویشی و نهی کویش صحیح. دین اوالا بلچه تا حق نشتا او دا ما عرض وکا که چیر خدای متعال چه تا اجازت ورکا مثلا شفاعت ببره که کنم مجد که در آیتون اشتا چی یشفا بی از نویهی یا مثلا آیت الکرسی یکی کشتا چی در خدای متعالی از نیلا و بلچوک شفاعت نشی کوای یا مثلا نور آیتون اشتا سغزه که شفاعت حقی بلچا تا بیر کرده دی او که خدای متعال از ان سروی ٹیک دی ویلا مستقلا منحصرا امرو نهی خدای متعال حق دی او دغی دنیا ادره کول داده خدای متعال حق دی. پس دغی دنیا که سور امور دی غوی درک اول مثلا باران رسی گرمی رسی جمعی و سوی در سور امور سه ادرکی تا ده فقط یو ذاتی ادرکی دی تا دیی تکوین که ده خدای متعال رب منله دغی جهان ادرک اولو که و دکون متیز دخه دی دوک و دمک و منز و جب دی شراب خل حرام دی دغو که ده خدای متعال سه ده خدای متعال ترب ندی دیتا دیگه تشریح که در خدا متعال رب منه جی مولانا چه موڑا ودا مخلو دمید باد بیتا سو بخندت که حضیر کیو گرانو کتونو کو موڑا ودا مخلو دمید باد بیتا سو بخندت که حضیر کیو الله الله والحمد لله الله یا الله سبحان الله. گرانو کتونو کو تا سو بخندت که حضیر غوڑو ڈاکٹر صاحب نا نور خبریتا یو ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه بیان وکړو خو زه دغه پوښتنه درنه کوم که څنګه تاسو ویلو تکویني خبرې کومې کولې ایا دې په باره کې موږ سره دلیل هم شته؟ د دې دلیل بالکل واضح دی. هغه دا دی چې موږ مخکې د خدای متعال خلق شوني کې په باره کې بحث کړی و مو ویلو څه د دغې دنیا کې خلق صرف او صرف یو ذات دی. کله چې خلق یو ذات دی پس در دغی دنیا ما دبیر هم رب هم یو ذات جی. در چه نشه که دیه چه خلیق یو ذات وی یو ذات وی یعنی دغی دنیا یو ذات یو خدای پیدا وکه خب یا در دغی دنیا درکوالو که بلکس همی جان سره شریک جی. یعنی یو بل مستقل موجود راقه خدای سره شریک شه دغی دنیا چه شکه ادرکه ایده نه اصلا دیشان سره نده کچی ریچوک دیشان سره قیل شی در مشرک دی ولی دیواجی نه کچی روی مو کلوی لوت خدای متعال یو خلق دی مو سره یو خده در طول دنیا خلقت که پس دقیق تدبیر کون که هم یو کس دی کچی روی میمید سه نه تدبیر که غصر بلچوک شریک دی یعنی خدای متعال محتاج دی غی کس دی پس خدای متعال مو غنی و نگرنل خدای متعال مو محتاج وگرن کلا چه محتاج شه احتیاج ده ممکن صفاتو نده ایسه کلا واجب واجب الوجود سه ذاتن غا واجب الوجود ده بلچه تا محتاج نوی کلا چه محتاج شه پس ممکن شه کلا چه ممکن شه پس خدا آنده متعال نشه پس کلا خلقیو ده پس ده دنیا ادرکون که هم غیو خوده ده ده یو دلیل مسره یعنی خلق و مخلوق خلق و مدبر و رب شونه ربوبیت تخبله که لازم و ملزوم دی لکه سنگی مویون چه جفت چه شدی مثلا دو جفت دی دسته نشه لیسه ده جفت دیدونه تشه چه شه که جدا گی مثلا دو تی جفت ایچ حکم نیسه ده دو جفت ندی کلا بیلا بیلا که آله بیلا کلا انتا چه کسی چه دو دی یعنی جفت دی کلا انتا یه چه خلیکیو دی حتماً مدبر هم غده رب هم غده دست اینا ایچه خلق یو دی و اما رب دوه کسان دی جی اعوذ بالله
هیچ کله دیشان سره نشکیده. پس همیشه ده پر از کله خلیک یوده پس رو هم یوده. یوده. مگر دست چکویی چه خلیک یو نده. در حالی که مویلو چه خلیک یوشوانی که حتی مشترکان تا همه شبهه نوه. او خلیک یو منلو. اما رب که گوتا مشکل و چه به جایدی چه یو خده یومنی بوتان بی منلو. منلو. او گونه بی اغا خبل دعانه بی گونه مستقیم بی گونه وقت لیست اغا شرک نه. بل دلیل موسره دید نظم پواری کرده. مو کسیم لکه مخی مو ذکر کرده واسه دقی دنیا که یو نظم حکم ده. جی. لکه خلقیت پواری که مویلو چه که موسره ده خدای مطال دست یو خلق ده. دلیل موسره چه بود چون که دقی دنیا بانه یو نظم حکم ده. یو نظام ده ورکی کلن. اصلا چو نظمونه ندیگ دقی دنیا که. دنیا که چو رشیان دی اونگه مرستر گزمکه اسمنونه و نیبوتی در طول خپلا که رابطه لاری یوه رابطه لاری جی. اصلا یو بلنا مختلف ندی کلا دیو که یوه رابطه دی دیو که یوشمنه مکسوم سی یو دیده بس دیو ده پر یو نظم دی که چیر یو نظم نوی یو ذات نوی یو خده نوی چه ده طول مخلوقات ادارکه ایده نو بیا به حتما دی نظام که به اختلاف با جی. یو نظام بنا و دغزه مختلف نیمی زمان و همیشه با غمانز که تزاد بود تکرا با غمانز مکسون صدق دنیا که اصلا تخو موجودات هم از که تکرا نشتا نشتا بلکه یو بلد کامل کهی یو بلد سرشه کی تقویت کهی کلس یو نظام ده پس دی نظام هم یو ده کلس یو خلق مو اگرنل دی نظام ده پرا پس ده غرب هم یو ده کچی روی سنه یو رب ندی سو رب در پس در نظام پس بیای وحدت دی نظام که اصلا وحدت نو کلس وحدت دیور که یوشوانه دیور که پس دی رب هم یو دی دی نمو دیوان دی پوینگوس دی رب هم در نظام یو دی جی دکتر صاحب تاسو ډیر مننه کوم تاسو ډیر ښه طریقې سره موږ غرانو کتون کو ته خیر وي خبرې بیان کړلې زه یو ځل بیا تاسو ډیر ډیر مننه کوم شکریا گرانو کتونکو دغه پروگرام اوس موږ پای ته رسی تاسو زه راتلونکي پروگرام پورې په خدای باندې سپارم الله په امان الله یا الله یا قابل التوبات یا سامع الاصوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات